مدیا کده مرجع کامل کتاب های سوتی روز دنیا بوکلایت کتاب قبیله اساتید اثر تیموتی فریس نکات کلیدی اساتید و چهره های مشهور دنیا برای موفقیت و پیشرفت در هر زمینه ای با مطالعه این کتاب می چگونه هرفی ها به اوج رسیدند. اگر عنوان این کتاب شما را برای مطالعه آن کنجکاو کرده است، بیشک در جستجوی چیزی هستید که هنوز به آن نرسیده اید. شاید شما هم از نسخه های موفقیت یک شبه و مقالاتی چون توانگری در سی روز دل زده شده اید و رازی را می جوید که هنوز به آن دست نیافته اید. اگر هنوز به دنبال راهی میان بر برای موفقیت هستید و دوست دارید همانند افراد موفق دنیا روزی داستان موفقیت خود را برای همگان تعریف کنید کتاب درستی را انتخاب کرده اید. کتاب قبیل اساتید همان ناگفته های اساتید برجسته و کارافرینانیست است که دنبالش هستید. آنها نیز زمانی همانند شما رویایی در ذهنشان داشتند. رویایی که از عالم ایده به جهان واقعیت تبدیلش کردند. تیم فریس کتاب قبیله یساتید را با محتوایی سرشار از دیدگاه های برترین متفکران جهان تعلیف کرده است. او کارافری نیست که در بین جویندگان موفقیت، محبوبیت و احترام زیادی دارد. در این بوکلایت به این پرسش ها پاسخ داده می شود. یک چگونه کتاب‌های کودکان می‌توانند منبع الهامی برای موفقیت در کار و زندگی باشند. دو، چگونه روی خودتان سرمایه گذاری کنید. سه، پیاده روی در جنگل چگونه می‌تواند شما را قدرتمندتر کند. بوکلایت شماره یک کتاب‌های الهام بخش زندگی شما را متحول می‌کنند. کلمه موفقیت برای افراد مختلف تعابیر متفاوتی دارد اما اکثر ما تصور می‌کنیم شناخته شدن در سطح جهانی آن هم به عنوان یک رهبر یا یک مربی نشان از سطح بسیار بالای مهارت و استعداد افراد دارد اما این طرز فکر اصلا درست نیست واقعیت همان چیزی است که تیم فریس نویسنده ی این کتاب آن را از طریق نشان دادن عادتهای افراد موفق و اساتید مشهور به قلم درآورده است. او طی مصاحبه هایی که با افراد مشهور و موفق دنیا انجام داده به نتایج جالبی رسیده است. به نظر شما نویسنده چه چیز متفاوتی در رفتار و عملکرد همه ی آن افراد موفق دیده است؟ اگر از شما بخواهند فهرستی از عادتهایی که منجر به موفقیت می شوند را تهیه کنید به احتمال زیاد هر چیزی را در آن می به جز عادت کتاب خواندن. در حالی که نویسنده به این نتیجه رسیده که برای بسیاری از رهبران کتابها یکی از منابع مهم الهام بخشی و انگیزه هستند در ادامه کتابهای مورد علاقه رهبران برجسته دنیا را معرفی خواهیم کرد یک متریدلی یک روزنامه‌نگار بریتانیایی است که کتاب‌هایش در زمینه علوم و اقتصاد به بیش از 30 زبان ترجمه شده است. کتاب مورد علاقه او ژن خودخواه اثر ریچارد داوکینز است. کتاب داوکینز نه تنها به مهمترین سوال ریدلی درباره ماهیت زندگی پاسخ داده بلکه توانسته نگرش افراد به علوم و تفکر آنها نسبت به زیست شناسی تکاملی را کاملا متحول سازد به طور کلی مشاورین کتابهایی که در زمینه هدایت معنوی یا فردی نوشته شدهاند را بیشتر میپسندند. دو، جیمی فالون میزبان برنامه های تاک شو و تری کروز ستاره سابق لیگ ملی فوتبال آمریکا هر دو به کتاب انسان در جستجوی معنا اثر ویکتور فرانکل علاقه مندند. فالون میگوید این کتاب از او انسان بهتری ساخته است. کروز هم باور دارد که این کتاب توجه و تمرکز او را به روی آنچه در زندگی واقعا اهمیت دارد جلب کرده است. فالون همچنین در مورد کتاب هیولا یا آخر کتاب به تحریر جان استون میگوید که این کتاب همیشه سنگ محکی برای آزمون شجاعت او بوده است. 3. دکتر برند براون پژوهشگر علوم اجتماعی و سوپر استار گفتگوها و سخنرانی های تد در مورد کتاب چرا شما عذرخواهی نمی کنید نوشته ی هریت لرنر میگوید که نگرش او به مفهوم عذرخواهی را تغییر داده است. چهار رمان سرچشمه نوشته آین راند به کوین کلی بنیانگذار مجله وایرد اهمیت خود اتکایی را آموزش داد تا جایی که کوین پس از خواندن این کتاب ترک تحصیل کرد پنج ماریا شاراپوا دارنده ی پنج عنوان قهرمانی مسابقات تنیس جهان با مطالعه کتاب پادشاه گدا و راز شادمانی نوشته جوئل بن ایزی به دیدگاه ارزشمندی در زمینه خوشبختی رسید. 6. حتی کتاب‌های کودکان نیز می توانند دیدگاه شما به زندگی را تغییر دهند. برای نمونه کریس اندرسون سخنگوی تد تاک در این باره میگوید هرگز فراموش نمی کنم که کتاب سرگذشته نارنیا نوشته سی اس لویس چگونه شعله تخیل مرا شعله ور ساخت. بوکلایت شماره دو شکست می تواند به رشد و بهبود شما کمک کند. همه ما در زندگی خود حداقل یک بار طعم شکست را چشیده ایم. اگرچه این ناکامی ها ممکن است غیر قابل تحمل باشند، اما مهم این است که هرگز تسلیم نشوید. زیرا درس بزرگی در پس هر شکست وجود دارد که سرانجام شما را به موفقیت میرساند. به عنوان مثال ریک رابین تهیه کننده موسیقی که بارها برنده ی جایزه ی گرمی یا گرامی آوارد شده است کاملا با بی مفهوم موفقیت آشناست. در طول دوران حرفه رابین برخی آلبوم های شاهکار او گاهی اوقات به کلی شکست میخوردند و تنها برخی از آنها به موفقیت دست میافتند. رابین از این شکست ها آموخت که هرگز نمیتوانید نتیجه کارتان را کنترل کنید تنها کاری که میتوانید انجام دهید این است که به اصولی که اعتقاد دارید پایبند مانده و تمام تلاش خود را برای هدفتان به کار بگیرید حتی اگر نزدیک به شکست هستید شکست گاهی میتواند به شما انگیزه دهد و عملکردتان را بهبود ببخشد استیون پرسفیلد پس از اینکه برای 15 سال از طرف ناشرین نامه رد دریافت می کرد با خودش گفت که باید کار متفاوتی انجام دهد. بنابراین ماشین تحریر خود را جمع و نیویورک را به قصد هالیوود ترک کرد. جایی که می توانست بر روی بهبود مهارتهایش تمرکز کند. او بالاخره توانست در محیط جدید رشد کند. او پیش از نوشتن فیلم نامه های بزرگی چون افسانه بگر ونس یا The Legend of Bagger Vance برای رابرت ردفورد فیلم نامه هایی مانند درخت جاشوا را نیز با موفقیت به فروش رساند. مثال دیگر لیو بابوتاست که در سال 2005 کاملا از خودش قطع امید کرده بود. او اضافه وزن داشت و غرق در بدهی بود و اعتیاد به غذاهای ناسالم داشت. بابوتا در همان سال تمام انرژی خود را بر روی بهبود و ایجاد عادتهای غذایی سالم قرار داد و آنها را در وبلاگش به نام زن هابیتس ثبت کرد. وبلاگی که به 25 میلیون نفر در سراسر دنیا کمک کرد تا عادتهای بد غذایی خود را تغییر دهند. اما شاید بهترین جنبه این ناکامی این باشد که به خاطر رهایی از انتظارات دیگران به آزادی هنری دست خواهید یافت. آزادی که بعد از محرومیت به خلق بهترین آثار هنری می انجامد. برای مثال هنگامی که دومین آلبوم بیستی بویز به نام بوتیک پاول یا پاولز بوتیک با شکست مواجه شد، گروه برای مدتی از دید عموم خارج شد و تنها بر روی موسیقی تمرکز کردند. سه سال بعد آنها یک آلبوم هنری و تجاری موفق به نام سرت رو یا چیک یور هد را روانه بازار کردند. وقتی شکست خوردید و داستان خود را برای دیگران بازگو کردید، دیگر ترس از شکست یک تهدید به نظر نمی آید. همین موضوع دست شما را برای ریسک کردن و شکوفایی خلاقیتتان بازتر می کند. به همین دلیل است که پاتون اسوالت کمدین برنده جایزه ی گرمی میگوید از شکست هایتان درس بگیرید زیرا وقتی شکست میخورید تازه رشد کردن را آغاز میکنید بوکلایت شماره 3 مفهوم سرمایه گذاری تنها به بازار سهام محدود نمی شود. وقتی کلمه سرمایه گذاری را می شنوید احتمالا اولین چیزی که به ذهنتان خطور می کند بازار سهام است. اما سرمایه گذاری چیزی فراتر از اتفاقاتی است که در بازار سهام وال استریت رخ می دهد. برای اینکه اهمیت سرمایه گذاری را در زندگی خود بیشتر درک کنید به نمونه های واقعی اشاره می کنید. کوین کلی مؤسس وایرد به یاد می آورد که اولین سرمایه گذاریش پیش از آن که مدرک کارشناسی خود را در زمینه تجارت دریافت کند تنها دویست دلار بود. او این دویست دلار را صرف تبلیغ و معرفی کاتالوگ راهنمای سفر در مجله رولینگ کرد. کاتالوگی که هنوز حتی وجود خارجی هم نداشت. کوین توانست با کارگیری مدیریتی محتاطانه از طریق پولی که از آگهی به دستش رسیده بود رشد کند و آن کاتالوگ را در سطح جهانی منتشر سازد از نظر مربیان و اساتید برجسته دنیا بهترین سرمایه گذاری ها آنهایی هستند که سطح زندگی شما را یک درجه بالاتر میبرند. استر پرل متخصص درمانشناسی و روابط انسانی با یادگیری نه زبان مختلف روی خودش سرمایه گذاری کرد و حالا به راحتی می تواند با مردم سراسر جهان ارتباط برقرار کند. این مهارت سمره سرمایه گذاری پرل روی خودش است. همچنین برخی از سرمایه گذاری های ارزشمند می توانند آنهایی باشند که به واسطه دیگران ایجاد شدند. برای مثال جیسون فرید مدیر عامل شرکت نرم افزاری بیس کمپ و سازنده میلیون ها تسهیلات ارتباطی و سرویس های مدیریت پروژه است وقتی جیسون به پربارترین لحظات زندگیش فکر می کند، زمانهایی را به خاطر می آورد که بدون هیچ چشم داشتی به دوستانش کمک کرده و چیزهای زیادی به آنها بخشیده است. از جمله نتایج بخشندگی بیدریق جیسون عضویت رایگان یک ساله در باشگاهی بود که دوستش به تازگی افتتاح کرده بود. البته این نکته را در نظر داشته باشید. هیچ چیز مهمتر از سرمایه گذاری روی خودتان نیست. پس از آنکه آریانا هافینگتون بنیانگذار هافینگتون پست در سال 2007 از شدت خستگی از پا افتاد تصمیم گرفت به خودش استراحت بدهد و روی بهبود خود سرمایه گذاری کند. او شک نداشت این کار او نه تنها روی زندگی شخصی بلکه روی کارش هم تأثیر مفیدی خواهد گذاشت و دیدگاه او درست بود. علاوه بر این اساتید معتقدند که تمرین مدیتیشن یکی از بهترین سرمایه گذاری های شخصی است. بیایید گذری داشته باشیم بر فهرست کوتاهی از افرادی که به طور مداوم تمرین مدیتیشن انجام می دهند. یک ریک رابین دو جیمی فالون سه یوال نو هراری تاریخ نگار چهار دیوید لینچ کارگردان نامزد جایزه اسکار پنج آدام رابینسون استاد شطرنج شش ریدالی و سرمایه گذار برای هر یک از این افراد مدیتیشن یک بینش شخصی است یک حس که امکان تحقق و تمرکز دقیق تر را برایشان فراهم می کند و باعث می شود راحت تر بر چالش ها قلبه کنند بوکلایت شماره چهار پیشرفت فردی می تواند از طریق متفاوت دیدن به دست آید. فارغ از اینکه چه کسی هستید، همیشه جایی برای رشد وجود دارد. نویسنده در مورد روشی که اساتید برای رشد فردی خود به کار می گیرند بسیار کنجکاو بود و بالاخره جواب سوالش را گرفت. برای نمونه ریک رابین نویسنده پرفروش و نیل اشتراوس روزنامه نگار هر دو دریافتند که اگر دوستان باشگاهی و ورزشکاران را در کنار خود جمع کنند چقدر میتواند مفید باشد. اشتراوس میگوید وقتی به اطرافیانش که در حال تمرین و ورزش هستند نگاه میکند هیجان زده می شود و انگیزه میگیرد. همچنین رابین با کمک یک انجمن ورزشی بیش از 100 پوند وزن کم کرد. همچنین دیگر اساتید متوجه شدند که رشد فردی اغلب در مورد اولویت بندی کار هاست. برای مثال جیسون فرید دریافت که با کاهش برنامه تمرینی خود به تعادل بهتری دست میابد. او متوجه شد که تمرین کردن باعث ایجاد رفتار بدی در او شده است. رفتاری که باعث میشد همچنان بر عادت بد غذایی و کمخوابیش بماند زیرا می توانست با ورزش آن را توجیه کند بنابراین او تمرینهای خود را کنترل کرد و سعی کرد تنظیم خورد و خوراک و خواب را در اولویت قرار دهد دکتر برنی براون معتقد است خواب مسئله است که هر کس باید در اولویت فعالیت خود قرار دهد بر اساس تجربه شخصی دکتر براون خواب خوب به نسبت رژیم غذایی و برنامه ورزشی نقش بیشتری در رشد فردی دارد. همچنین کوین کلی نیز مزایای اولویت بندی کارها را تجربه کرده است. او یاد گرفت چطور کارهایش را در اولویت قرار دهد. برای مثال کارهایی را از بین پروژه هایش در اولویت انجام قرار داد که واقعا به تخصص او برای عملی شدن نیاز داشتند. یکی دیگر از رازهای رشد شخصی این است که یاد بگیرید متفاوت ببینید. برای مثال جانا لوین، استاد فیزیک و نجوم کالج بارنارد معتقد است موانع چیزهایی هستند که زندگی را شادتر می کنند. اما لوین دیدگاه خود را ارتقا داد و در نهایت دریافت که زندگی حقیقی مجموعه ای از موانع است که وقتی بر آنها غلبه کردید و موفق شدید به شما این فرصت را می دهد که یاد بگیرید و رشد کنید. بیر گریلز یکی از اعضای سابق نیروهای ویژه بریتانیا که بیشتر او را به عنوان ستاره مستند تلویزیونی انسان در مقابل طبیعت می شناسند. او اعتقاد دارد که زندگی کوتاهتر از آن است که نگران اتفاقات محتمل آینده باشید یا آرزو کنید کاش جای شخص دیگری بودید. گریلز چه در خانه استراحت کند چه تا کمر در باطلاق گیر کرده باشد از زندگی در لحظه با آغوش باز استقبال می کند. بوکلایت شماره پنج تجدید قوا کنید و یاد بگیرید کی بله و کی نه بگویید. همانطور که جیزی خواننده رپ آمریکایی میگوید پول بیشتر مشکلات بیشتری هم با خود می آورد. به همین دلیل نویسنده یک کتاب از افراد ثروتمند و موفق درباره تکنیک هایی که برای مقابله با مشکلات استفاده می کنند و البته با موفقیت روبرو شدند سوال کرد. آنچه که بیشتر افراد در مورد آن اتفاق نظر داشتند این بود که مرتبا باید تجدید قوا کنید. برخی از مربیان مانند جیسون فرید و آنیلا گریگورک قهرمان پنج دوره وزن برداری جهان با پیاده رویهای منظم نیروی خود را تجدید می کند. فرید دوست دارد جاهایی را پیدا کند که تا به حال نرفته است. در واقع مشاهده و تمرکز بر روی محیط جدید به او کمک می کند تا ذهنش آرام شود. گرگورک نیز ترجیح می دهد در جنگل قدم بزند و از روش بازیابی و تجدید قوا به سبک ژاپنی که به نام حمام جنگل یا فارست باثینگ شناخته می شود استفاده کند. در این روش فرد اجازه می دهد بوها، صداها و هوای سرد جنگل ذره ذره ذهن و بدنش را بازیابی و تازه کند. سایر روش های تجدید قوا عبارتند از یک چرت زدن که روش پیشنهادی و مورد استفاده ی بوزوما سنت جان مدیر برند اوبر است. دو معاشقه که روش توصیه شده ی اشتون کوچر برنده ی جایزه ی انتخاب مردمی است. سه فکر کردن به همه ی داشته ها و سپاسگزاری از آن روشی است که دکتر جیم لوهر پزشک و نویسنده ی پرفروش برای تجدید قوا و بازسازی استفاده می کند. گاهی اوقات پیش می آید که کاملا از پا میافتید. اینجاست که باید هنر نگفتن را تمرین کنید رابی لورد جاناتان ساکس نویسنده برجسته و یوال نوهرری هر دو کسانی را استخدام کردند که به آنها در مورد پذیرش یا رد جلسات کاریشان کمک می کنند و تصمیم می گیرند البته این حرف بدین معنا نیست که شما کسی را استخدام کنید تا به جای شما نه بگوید نیل استراوس وقتی قرار است درخواستی را پاسخ بدهد از خودش میپرسد از روی ترس یا احساس گناه پاسخ مثبت میدهم یا خیر اگر چنین باشد معدبانه میگوید نه و این پاسخ منفی را از طریق فردی که استخدام کرده به دیگران انتقال میدهد وقتی که وینکلی مجبور به انتخاب است با خودش تصور می کند صبح روز بعد دعوتنامه با مضمون درخواست مطرح شده برایش فرستاده شده است اگر باز هم تمایل داشت که آن را بپذیرد در ذهنش به آن جواب مثبت می دهد. با این حال به نقل از گری وینچوک کارآفرین میلیونر گاهی اوقات نگفتن بهترین گزینه نیست حتی اگر مایل نباشید که آن را انجام دهید به همین دلیل گری 20 درصد اوقات جوابش مثبت است حتی اگر ارزشش را نداشته باشد بوکلایت شماره 6 روی شور و شوق خود تمرکز کنید و نگران آینده نباشید. معمولا از اکثر اساتید و افراد موفق این سوال تکراری را میپرسند. چه توصیه ای برای افرادی که تازه کارشان را شروع می کنند دارید؟ برخی از آنها در پاسخ به این سوال نویسنده گفتند این که به جای ترس از آینده روی زمان حال تمرکز کنید اهمیت بیشتری دارد. گری وینچوک کارشناس رسانه میگوید می گوید که امروزه مردم حتی در حال خوردن و نوشیدن و تماشای تلویزیون هم به پنج سال آینده خود فکر می کند. اما حقیقت این است که اگر از بیشتر روزتان به درستی استفاده کنید آینده خود به خود ساخته می شود و لازم نیست نگران آن باشید. شکی نیست که عدم قطعیت و غیرقابل قابل پیشبینی بودن آینده می تواند ترسناک باشد. اما به جای اینکه اجازه دهید ترس از آینده شما را از پای بیاندازد، بهتر است تنها روی زمان حال و علایقتان متمرکز شوید. در غیر این صورت فرصتهای بیشتری را از دست می دهید و همه کارهایتان به تأخیر می‌افتد. اما یا این موضوع به این معناست که باید هدفتان را با دنبال کردن علایقتان شروع کنید. فرونیکا بلمونت بلاگر و مشاور ارتباطات در این باره میگوید اگر کارفرمایان همان ابتدا پشتکار و علاقه شما به حرفی که دوستش دارید را ببینند بلند همتی شما را تحسین میکنند تونی هاوک اسطوره ورزش اسکیت بورد معتقد است موفقیت واقعی تنها زمانی اتفاق میافتد که شما زندگیتان را به معنای حقیقی دوست داشته باشید با این حال اساتیدی هستند که معتقدند برای کسب موفقیت روی کردهایی استراتژیکتر و قویتر مورد نیاز است. که وینکلی تأکید می کند که اختصاص دادن زمان کافی برای تسلط بر مهارتهای هرفهی که به آن علاقه دارید از اهمیت زیادی برخوردار است. شکی نیست وقتی این کار را انجام می دهید شغلی مرتبط با تواناییتان به دست خواهید آورد. اما اگر نمیدانید به چه چیزی علاقه دارید اصلا نگران نباشید یوال نوهراری که پیشتر در موردش صحبت کردیم این نکته را متذکر می شود که در دنیای پرسرعت و متنوع امروز حتی ممکن است شغل رویاییتان را تا ده یا بیست سال آینده هم پیدا نکنید اما جای نگرانی نیست همچنان روی یافتن شغل رویایی خود تمرکز کنید تا به موفقیتی که مد نظرتان است برسید. بوکلایت شماره هفت از یک توصیه تنها به خاطر محبوبیت و فراگیر بودن انجامش پیروی نکنید. همه ما توصیه های خوب زیادی از افراد مختلف شنیده ایم. اما شاید شما هم همانند نویسنده ی این کتاب در مورد بدترین توصیه ها و نصایح هم کنجکاو باشید. ادکوان که هفتاد و یک رکورد مختلف وزن برداری جهان را کسب کرده در مورد پذیرش تکنیک ها و توصیه هایی که صرفا جدید و فراگیر هستند هشدار داده است. او میگوید به خاطر داشته باشید که همیشه دلایل خوب و کافی برای اعتماد به اصولی که در طول زمان امتحان خود را پس اند وجود دارد. مارک بل بنیانگذار باشگاه های ممتاز ورزشی که در شهر ساکرامنتوی ایالت کالیفرنیا شناخته شده است به مردم یادآوری می کند که قبل از پذیرش و پیروی کورکورانه یک توصیه چند بار در مورد آن فکر کرده و به قول معروف آن را سبک سنگین کنید. درست مانند وزن برداری که همیشه تلاش می کند وزن بیشتری را بالای سرش ببرد. شما هم می توانید برای کسب بیشترین دستاورد از حرفیتان چند بار انجامش دهید و سپس ضربه نهایی را وارد کنید. بنابر این روی حوزه ای که مشغول به کار هستید و آنچه که برای شما بهترین و بهینه ترین نتیجه است تمرکز کنید. اکثر افراد موفق اتفاق نظر دارند که در مورد پیروی از توصیه هایی که کیفیت کار شما را کاهش می دهند کمی درنگ کنید. امروزه وقتی می خواهید کسب و کار و صنعت مبتکرانه خود را راه بیاندازید، در مورد اهمیت تبلیغات و رشد و گسترش نام تجاریتان زیاد خواهید شنید. به عبارتی تقریبا همه در این زمینه اظهار نظر خواهند کرد. اما تمرکز روی حرفهتان اهمیت بیشتری نسبت به تبلیغات و مشهور شدن نام تجاریتان دارد. به بوکلایت شماره 8 برای خود و دیگران ارزش قائل شوید. همه افراد موفق جمله و نکته ای طلایی در زندگیشان دارند که هر کسی با رعایت آن میتواند به موفقیت برسد. به همین منظور نویسنده از اساتید این سوال را پرسید. اگر قرار باشد توصیه‌ای به تمام جهانیان داشته باشید، آن توصیه چیست؟ نویسنده از پاسخهایی که دریافت کرد فهمید که تمرکز بسیاری از آنها روی برقراری یک رابطه خوب با دیگران بود و اساتید یا منتورها این کار را به همه توصیه می کردند. مارک بنیوف مدیرامل شرکت سیلز فورس شهروند متعهدی است که به دیگران توصیه می کند به مدارس دولتی محلی کمک کنند. این نوع کمک ها پیچیدگی خاصی نیاز ندارد. فقط کافی است که از مدرسه بپرسید چیزی نیاز دارند که شما بتوانید در تهیه آن کمک کنید یا خیر مثلا می توانید برای دانش آموزان کلاس آموزشی بگذارید و به عنوان یک مربی به آنها راه و رسم زندگی کردن را نشان دهید شاید این عمل کوچک چند روز بیشتر از شما وقت نگیرد اما می تواند زندگی دانش آموزان را تغییر دهد سم هریس نویسنده فیلسوف و عصبشناس توصیه می کند در معاشرت با دیگران خردمندانه تر عمل کنید. صحبت کردن و تبادل ایده ها بهترین راه برای پیشروی و قلبه بر چالش های پیش روست. به عبارتی خشونت معمولا مانع پیشرفت است. همچنین برخی از اساتید توصیه می کند که از آنچه دریافت کردید بیشترین بهره را ببرید. ریدالیو و اسکات بلسکی از مردم میخواهند روشن فکر باشند و کمتر به دنبال فرصت های آشکار بگردند. شاید پیوستن به یک تیم در حال کشمکش و درگیری در نگاه اول جذاب به نظر نرسد. اما به شما مجالی برای شکوفایی خواهد داد. زیرا فرصت های بسیاری برای تغییر و شگفتی پیش روی شماست. اما فرصت های این چنینی به شکلی ماورایی و جادویی پیش روی شما قرار نمیگیرند، بلکه در هر لحظه باید آماده باشید و در زمان مناسب آنها را شکار کنید و اما توصیه ی آخر اگر فرصت خوبی را از دست دادید با خودتان بد تا نکنید برخلاف تصور عموم این از دست دادن به معنای پایان فرصتها یا دنیا نیست سخنان لئو باباتو را به یاد داشته باشید شما به اندازه کافی خوبید همانطور که ماریا شاراپوا میگوید باید تلاش کنید که خودتان باشید نه شخصی دیگر اجازه ندهید سخنان و اعمال دیگران و اما و اگرهای آنها شما را به کسی تبدیل کند که نیستید رهبر خودتان باشید شاید در آینده ای نچندان دور مربی نسل بعدی شدید در کتاب قبیله اساتید با مجموعه ای از توصیه های اساتید بزرگ جهان و افراد موفق آشنا شدیم. توصیه هایی مانند مطالعه بیشتر، سرمایه گذاری روی خودتان، پذیرش شکست و توانایی نگفتن در اغلب موارد می به شما کمک کند که انگیزه بگیرید و راهنمایی باشید برای سفری که به سوی شناخت خودتان و موفقیت بیشتر شروع کرده اید. پیشنهادهای کاربردی اجازه ندهید حواس پرتی، توجه و تمرکز شما را بقاپد اهمیت توجه به موضوعی که بر روی آن کار می کنید حتی از وقتتان هم بیشتر ارزش دارد از توجه و تمرکز خود هوشمندانه استفاده کنید برای نمونه آریانا هافینگتون مرتبا برنامه هایش را روی گوشیش جابجا جا می کند و زمان انجام آنها را بر اساس موقعیتشان تغییر می دهد. با این کار او هر بار که به صورت خودکار سراغ برنامه هایش می رود، زمان اندکی درنگ می کند تا ببیند دقیقاً قصد دارد چه کاری انجام دهد. این کار به او کمک می کند لحظه این نفس بکشد و روی کارش تمرکز کند. پیشنهاد برای مطالعه بیشتر کتاب ابزار موفقیت بزرگان یا Tools of Titans نوشته تیم فریز. کتاب ابزار موفقیت بزرگان جزئیات داستانها استراتژیها و موفقیتهای برخی از الهام بخشترین افراد موفق متفکران و مردان عمل را شهر می دهد. این موضوعات به شما می چگونه ذهن و بدن خود را تقویت کنید و کسب و کار مبتکرانه خود را راه بیاندازید. مدیاکده مرجع کامل کتاب‌های صوتی روز دنیا اگر از این سب ویدیو خوشتون میاد لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنار آن رو فشار دهید